سلام، من برگشتم با یه ولاگ دیگه. الان البته چهارشنبه است، قرار فردا رو براتون ولاگ بگیرم که پنجشنبه است بعد مدت ها میخوام برم دانشگاه. گفتم که چون که فردا باید 6 صبح بیدار شم، 7 و نیم کلاس دارم باید برم دانشگاه، تا ساعت 6 بعد از ظهرم کلاس دارم، بعد خیلی قرار خسته شم، بعد مدت ها دارم میرم دانشگاه. فکر کنم بعد دیگه بعد از امتحانا نرفتم دیگه، امتحان سوی بر نشم، بعد 3 ماه یا فکر کنم 4 ماه دارم میرم دانشگاه دیگه. گفتم که فردا رو ولاگ بگیریم ببینم مثلا قراره تو دانشگاه چیکار کنم. اینطوری شاید از خستگی فردا سر کمتر شم، میخوام براتون ولاگ بگیرم. الانم بیرون بودم، تازه اومدم خونه، فکر کنم باید زود بخوام شب که صبح میخوام زود بیدار شم. تو عادت دارم قبل از اینکه برم بیرونم حتما دوش بگیرم. 7:30 کلاس دارم، 6 بعد از خواب بیدار شم برم دوش بگیرم برم دیگه برم دانشگاه. و هیچ ایده‌ای هم ندارم که قراره چی بپوشم، چون همه لباسام کوتاهه و هیچ کدوم برای دانشگاه نمیخوره و هیچ خریدی هم انجام ندادم فعلا. دیگه نمیدونم قراره فردا چطور بگذره. شاید باورتون نشه ولی من تازه نشستم چک کنم ببینم فردا دقیقا تا چه ساعتی کلاس دارم، تایم کلاسام چند تا چنده، چند تا کلاس دارم و اینکه اصلا کلاسام کجا برگزار میشه. و واقعا از الان استرس اینو دارم که من صبح قراره چطوری صبحونه بخورم، چطوری به همه کارام برسم، چون نمیدونم، هنوز دستم نیومده که بعد چه تایمی حاضر شم، یعنی اصلا نمیدونم باید چیکار کنم. فقط امیدوارم همه چی خوب پیش بره فردا و من خسته نشم. میدونم خیلی خسته میشم البته، ولی کارش نمیشه کرد. حالا نمیدونم چرا سایت باز نمیشه که من چک کنم. تو رو خود باز شو، الان تایم خراب شدن نیست. من فردا نمیدونم چی کار کنم. اینو یادم رفت بگم به تو، سخته این کارشم. احساس میکنم اینه که نمیدونم لباس چی بپوشم. واقعا این موضوع هر سری که من میرم دانشگاه اذیتم میکنه، با اینکه اصلا من سختگیر نیستم، یعنی اونقدر برام مهم نیست، ولی نمیدونم، 6 صبح مغز من کار نمیکنه. با اینکه همیشه مثلا 7-8 بیدار میشه، ولی اون لحظه چون باید سریع حاضرشم برم، احساس میکنم که نمیدونم باید چیکار کنم. الانم حتی نمیتونم به فکر کنم که فردا چی میتونم بپوشم. خیلی دیرم شد، نتونستم اصلا صبح یه داستانی به شما دلو برسم تعریف کنم. الان دیگه دارم میرم. حالا برسم توضیح میدم چرا از روتین صبح هم وقت نشد ویدیو بگیرم. خیلی دوست داشتم که میتونستم ویدیو بگیرم ولی نشد. خیلی تشنمه، قبلش با من یه بگیرم، چون که تا ساعت 11 سر کلاسم، الان هم ساعت 8. مشکلی که من همیشه دارم اینه که من اصلا نمیتونم مقل سرم کنم، یعنی بچه هم که بودم نمیتونستم سر کنم. الان هم دقیقا همین مشکل دارم و نمیتونم مقل سرم کنم و برسم یه ذره درستش کنم. درستش کنم شبیه عقب مونده ها شدم با این بعض مقلی که من سر کردم. ساختم اون که کلاسم اینجا نبود. اینکه الان 8:10 است، من کلاسم ساعت 8 شروع میشه. همه تلاشمو کردم که زود بیدارشم، زود کنم، من که بعد 6 بیدار بودم، ولی خب یه ذره روتینی شد، دستم در رفته، نمیدونم فعلا چه باید کنم تا برسم. امیدوارم توی
را دادن به کلاس به مشکل بر نخورم. باید کلی پنه در آتوبوس باید تونه چون من رسیدم بودم هیچ کس نرسیدم باید چون تو خود گفتم که رسیدم بعد من استادم زود اومد یعنی اصلا هم طور نبود که بچه ها گفته بودن ساعت 6 صبح بیدار شدم رفتم دوش گرفتم همه کارم کردم ولی چون گوشی دیشب شارژ نداشت و خاموش شد نتونستم ویدیو بگیرم گوشی رو گذاشتم تو شارژ چون گفتم که اگه بخوام ویدیو هم بگیرم خیلی هول هولکی میشه با اینکه بازم دیرم شد ولی کلا یادم رفت صبح ویدیو بگیرم دیگه نشد بگم چیکار کردم حالا ادامه ویدیو میبینید خونه که قشنگ یه ماگ گنده فقط قهوه خوردم با خودم هم آوردم دوباره چون میدونستم خسته میشم گفتم که با خودم قهوه بیارم هر موقع احساس کردم خیلی کسل و خستم قهوه بخورم خب رو 5 متر فوکوس کشیدید بریم به استرات کنیم بیام برای کلاس دو چون تو هم کلاس هم کلاس بعدی میشه یه نیم ساعت استرات که بکنی اومدم ببینم چی میتونم بگیرم بخورم همزو معتقدم که نباید کیسه گرفت و باید خریداتو تو دست گذاشت البته میذارم برم تو کیفم ولی همینا شد 96,000 تومان دلیل این که اینا رو خریدم این که نهار چون دانشگاهم باید از این غذا آماده ها بخورم اصلا خوشم هم نمیاد ولی مجبورم یه میلک شیک هم گرفتم با خودم قهوه آوردم اسپرسو که یه ذره بریزم توی میلک شیک بخورم دیگه همین میرم خریدم من سر کلاس دوم تا ساعت 2 سر کلاسم بعدش هم دوباره کلاسم بعدش هم دوباره کلاسم چی میگیری؟ این قهوه یه تخمینه آوردم اینم گرفت ولی اینا نمیتونم بریزم تو بخوری من یه ذره از رو بخورم که جا داشته باشه قهوه رو بریزم من قطعش کن تا اینو ترکیب اصلا چین ترکیبی شد من اونجا هم خوشمزه شده باشه کلاس اومدم تایی کلاس نشستم چون اصلا نمیفهمم استاد چی داره میگه امیدوارم صدای منم تو ویدیو باشه این غذای دوستام با هم آنباکس کنیم از اینا گرفتم خیلی بد از اینا میگیرم جلسه های دیگه دست بازنتون این هم غذاش ولی من متاسفانه نمیتونم میگم بهش که بخون دوباره هم تموم شد خیلی خستم دارم این ساندویچ گرفتم بخورم خیلی خوابم میاد با اینکه دوبارم قهوه خوردم ولی احساس کنمش تأثیری نداره خود کنم بدنم عادت کنه به این روتینه چون قراره کلی پنجشنبه بیام سر
کلاس و غذای اینطوری هم اصلا دوست ندارم چون که خیلی چیز مضر وارد بدنم میشه، ولی مجبورم بخورم. حالا یه از هفته دیگه یه فکر دیگه کنم برای ناهار، حالا چیزی که میخوام بیارم یه ذره مفیدتر بخورم. احساس میکنم اینطوری خیلی بدنم آسیب میرسه. سومین کلاس هم شروع شد. تو یه ذره تخصصی بقیه هم خسته یه خسته یه باد زیاد خسته یه من 260 استاندارد میگم 4K باز از این بیشتر هم داریم، مثلا دوربین های هست 6K میگیره و از این هست باز دوربین هم بخواییم بخواییم دوربین اکاسی هم بخواییم. سریع یعنی کلاس بعدی یعنی یه ذره استراحت هم نداریم دیگه نمیتونستم دوربین هم بالاخره دانشگاه تموم شد و در خسته ترین حالت ممکن به سر میبرم تا برسم خونه که شاید استراحت کنم. نمیدونم برسم خونه هم استراحت نمیکنم. اگه از هزینه‌های یه روز دانشگاه بخوام بهتون بگم، اینکه 10 تومن صبح کارت مترو رو شارژ کردم، بعد 160 تومنم اون ناهار و جوشیزا رو خریدم، الانم پول تاکسی باید بدم که حالا آخر ویدیو میگم کلا اینو چقدر خرج کردم. راستم یه مسیری رو پیاده برم ولی اینقدر خستم اصلا حوصله که پیاده رو بکنم ندارم. امروز یکم زیاده روی کردم چون راه نداشتم، بعد آره سری با تالی زنی خرجه رو کمتر میکنم دیگه. هم واقعا خسته شدم امروز، یعنی نمیدونم برای چطور پیش برم. چند وقتی هر پنجشنبه کلاس دارم صدای موتورم که میاد میترسم پیستمه دیگه همین. های من دیروز انقدر خسته بودم از دانشگاه اومدم اصلا یادم رفت بقیه ولاگو بگیرم خدافزی کنم باهاتون، ولی بهتر امروز اومدم بیرون بعد سوقاتیام به دستم رسیده. حالا قرارم کافه یه جا بشینم کلی کار دارم انجام بدم به تو سوقاتیام هم نشون میدم دیگه. گفتم که ولاگر دانشگاه رو یه روزم اضافه تر با هم ببینیم من چی کار میکنم. از شانس حالا خودم یا شما که دارید ولاگو میبینید امروز هم کار داشتم بیرون. میگم یه صحنه‌ای قشنگی داریم مثل همین آنباکس سوقاتیای خوشگلم که کلی براشون ذوق دارم دیگه، چی بهتر از این. بریم که با هم آنباکسش کنیم با هم حرفم بزنیم یه ذره دیگه. حالا این کافه نشستیم من این کار رو انجام دادم، ادیتور رو لپتاپم الان چیزی هم که میخوام سفارش کنم مثل همچنین قریب سی جایی تست کنم میخوام سفارش کنم یکم بیارم من یه زنی کنم ادیتور رو اینا بریم کار بجا هم الان تست کنم آسنی لالت من چیزی یکی از فرسه بوسیان میشه تا این چیز که یکی من بیاد من بیرون همین الان اومدم خونه. خب اقل لباسامو عوض کردم، بعد اونجا که من نتونستم نشون بدم سوقاتیام گفتم اینجا بهتون نشون. اولین چیزی که خیلی دوست دارم هم تست کنیم این بانه توی یوتیوب و تیک تاک ترند شده، همه مثلا میخورن، خیلی چیپس تندیه. شو باز کردم خیلی طعم عجیبی ها این شکلیه. این طعمش دیگه تند نیست چون من چیزای تند میخورم مثلا بهش عادت دارم. یه سری سوقاتیام بادی اسپلش و اسکراب و نمیدونم بادی لوشنه. این کیفمه، اینم کتونیامه. اصلا ولاگو با سوغاتی های قشنگی که گرفتم تمام کنم.
خیلی دیگه دیروز خسته شده بودم واقعا، دانشگاه نمیدونم چطور باید این چند هفته رو، یعنی اوست یه ترم دیگه تقریبا، یه ترمو پیش ببرم و خسته نشم. خیلی خوبی تا بلاگ بعدی فعلا خداحافظ. ولی یادتون نره سابسکرایب کنید، حتما برام کامنت بذارید که دوست دارید چه نوع ویدیوهایی میشه براتون بذارم، بلاگ بذارم، پادکست بذارم. حالا یه دونه کوئسشن باکس توی استوری اینستاگرامم میذارم، حتما سوالاتتون رو بپرسید، ویدیو بعدی بیام بهتون جواب بدم. خداحافظ.